هنوز یک ماه از سیل اخیر نگذشته، میخوام برم سراغ وزارتخونه دیگه. دوباره هشدار سیل در بعضی نقاط ایران مخصوصا اطراف تهران اعلام میشه. همین هفته مدیر کل مدیریت بحران استانداری تهران با اعلام وضعیت نارنجی برای فیروزکوه نسبت به وقوع سیلاب در برخی مناطق این شهرستان هشدار داد. این مقام استانداری همچنین از شهروندان خواست از فعالیت‌های گردشگری و حضور در حاشیه رودخانه‌ها خودداری کنند. فقط هشدار میدین که مردم خونه زندگیشون رو ول کنن، فرار کنن. وقتی سیل میاد هیچ مدیریتی نیست، از مرگ و میر و مفقود شدنها گرفته تا بی خانمانی و حتی از بین رفتن مواد غذایی در انبارهای دولتی. نمونه گمرک زاهدان. هنوز برآورد دقیقی صورت نگرفته، اما در مجموع در کل گمرک زاهدان حدود 45 هزار تن کالا وجود داشته که 99% آن برنج است. در پی انتشار گزارش‌ها از آب گرفتگی محموله‌های برنج در گمرک زاهدان، یک وارد کننده برنج به ایسنا گفت پای 10,000 تن برنج در میان است و مبلغ سنگینی از منابع ارضی برای آن هزینه شده. وقتی 10,000 تن برنج از بین میره، یعنی بازم برنج گرون میشه، گرونتر میشه. تازه برای کسایی که تو سیل دار و ندارشون رو از دست ندادن، مثل این روستایی یزدی. زندگی رفتی از زنگی میکنی که تیری چی نداره حتی روش کار کنه بخورم. یعنی زندگی رفتی هم بوده مثل فرش و زندگی زندگی رفتی. دیگه زندگی هایی چی ندارم، حتی خدا هیچ رایی ندارم دیگه. سجو من جا هیچی چی جاده زدن که خواهیده هایی چی ندارم. بازم هشدار دادن که باید شاهد این صحنه ها و ادامه این بی خانمانی ها باشیم، به جای اینکه سیل زده ها زیر پوشش دولت نان و مسکنشون تأمین بشه. مثل همه کشورها اینا ککشون هم نمیگزه، حتی اگر آثار باستانی چند هزار ساله ایران، جان آدم ها که هیچ، اگر حتی اونا از بین بره. معاون پایگاه میراث جهانی شهر تاریخی یزد اعلام کرد حدود 200 خانه تاریخی این شهر بر اثر سیل اخیر از 1 تا 50% تخریب شده است. یعنی هم زندگی امروز مردم رو میگیرن، هم زندگی فردای ایران. اما تخت جمشید ویران نمیشه. به دلیل سرمایه‌گذاری حکومت‌های قبل از اسلام در ایران بر حفظ محیط زیست، بر داشته‌های خودشون و منابع زیرزمینی، بر استفاده بهینه از طبیعت و از آب، کانال‌هایی که دیدین عمر 2500 ساله دارن برای هدایت سیلاب. این ویدیویی بود که همین مرداد 1401 ماه پیش از کانال‌های آب تخت جمشید گرفته شد. بی خود نیست که جمهوری اسلامی به قطعنامه سازمان ملل درباره حفظ محیط زیست باورتون میشه رأی نمیده. 6 مرداد 1401 سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای رو تصویب کرد که همه کشورهای عضو سازمان ملل بهش رأی دادن، غیر از 8 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران. قطعنامه میگوید چی میگه؟ برخورداری از محیط زیست پاک و سالم از حقوق بشر است. جمهوری اسلامی قبولش نداره. میخوان چی کار کنین با یه همچین حکومتی؟ رئیس جمهورش هم میخواد بره تو سازمان ملل سخنرانی کنه. اینه تبعاتش دیگه. از یه طرف این ویرانی ها و مرگ های انسانی و سرزمینی در اثر سیل، از یه طرف بیابی، حتی آب خوردن، آب شرب. 4 شهریور 1401 در همدان آب معدنی هم نیست و اگر باشد هر بطری 35 هزار تومان است. خیلی از مردم دنبال نوشابه میگردند تا از این طریق رفع آتش کنند، اما هر بطری نوشابه هم به قیمت 55 هزار تومان رسیده است. یک ماه همدان اینجوریه.
فقط هم همدان نیست، مشکل آب و آشامیدنی بعضی مناطق از جمله چهارمحال و بختیاری داریم میبینین دیگه، رفع نشده. مردم منتظر تانکرن که برس آب شرب بردارن، آب و آشامیدنی بردارن. واقعا این حکومت میتونه حتی آب خوردن برای مردم تأمین کنه؟ میتونه. اگر برین زیر علمش سینه بزنین، باور کنین. یعنی منظورم اینه که مفهوم شهروندی، ایرانی بودن، همه یکسان بودن، انسان بودن، فارغ از عقیده، هر انسانی انسان است، هر ایرانی شهروند ایران است، اینا اصلا برای جمهوری اسلامی وجود نداره. ایرانی شیعه فعال در تبلیغات حکومتی براش اصله. انسان و شهروند ایرانی براش اصلا مزخرفه، مثل حقوق بشر که نمیره بهش رأی بده. همین سه شنبه پیش بعد از شلوغ عراق، بالاخره مسیر 40 باز شد و از مرز شلمچه راه افتادن. مرز خسروی هم باز شد. این مرز شلمچه است. مرز خسروی هم باز شد، حالا با گیر و گرفت و اینا. جبار کوچکی نژاد نماینده مجلس میگوید تاکنون بیش از 14 میلیون بطری آب معدنی تحویل مرزهای خروجی کشور شده و این عدد تا 25 میلیون بطری افزایش خواهد یافت. یک روز بعد مشاور ستاد مرکزی 40 از انبار کردن بیش از 150 میلیون بطری آب معدنی برای زائران در ایام 40 خبر داد. اگر را بیفتی بری تو تبلیغات حکومتی 40 شرکت کنی که جمهوری اسلامی میخواد مثلا به عربستان بگه اگه تو سالانه برای حج آدم جمع میکنی، من برای 40 جمع هم بهت آب و نون مجانی میدن، هم وام قرض الحسنه میدن، هم ماهواره مجانی بهت میدن. بهادری جهرومی سخنگوی دولت با اشاره به رفع مشکل ارتباط و آنتندهی در مرزها گفت برای ارائه اینترنت رایگان یک بالون در مرز مستقر می شود و در برخی موکب‌ها در مسیر راهپیمایی 40 وایفای رایگان در نظر گرفته شده است. همه امکانات کشور رو اختصاص بدیم به 40 تبلیغاتی. با دستور آقای رئیس جمهور برای اینکه کمک بشه به هزینه های زوار 40 امام حسین علیه السلام، بنا شد که شبکه بانکی کشور برای تسهیلات قرض الحسنه تا سقف 5 میلیون تومان برای سرپرستان خانوارهایی که به صورت خانوادگی اگر سفر میکنند 5 میلیون تومان، اگر هم به صورت انفرادی هست 3 میلیون تومان قرض الحسنه به صورت بدون نیاز به حضور به شبکه بانکی کشور واریز خواهد شد. در این زمینه هماهنگی‌های لازم با ستاد 40، وزارت کشور، سازمان حج و زیارت، شبکه بانکی کشور و سازمان هدفمندی یارانه‌ها برقرار شده، به این نحوی که اساساً نیازی به هیچ گونه اخذ وثائق، تضمینات، چک و سفته وجود نداره و از خود حساب پرداخت یارانه ماه‌های آتی سرپرستان خانوارهای کشور کسر خواهد شد. اصلا لازم نیست بانک هم برین، فقط برین 40 راهپیمایی کنین، فلان بزنین، سینه بزنین، همین، نزدین هم نزنین، فقط برین راهپیمایی کنین، فقط برین تو این تبلیغات تعداد زیاد کنین. نه وثیقه، نه نمیتونم. با بهره 4% مامو قرض الحسن هست دیگه. چند تا زائر 40 امسال میرن؟ رئیس ستاد مرکزی 40 حسینی گفت
در جلسات ستاد مرکزی اربعین از 4-5 ماه قبل آمار و اطلاعات را تجزیه تحلیل کردیم. برآورد ما این است که امسال حدود 5 میلیون زائر در مراسم اربعین خواهیم داشت. این ارزیابی را اگر در نظر بگیریم که سال 98 3,400,000 نفر رفتن طبق آمار خودشون، حالا 400,000 نفرشون از پاکستان و این بر اون بر بودن، 3 میلیون ایرانی رفتن. همون 3 میلیون نفر رو ملاک بگیریم، همون 3 میلیون نفر سال 98، مبلغ وام قرض الحسنه 5 میلیون تومان با بهره 4% به این 3 میلیون می شود 15,000 میلیارد تومان. اون وقت همین وام 5 میلیونی رو با 24% بهره به کسی که نرفته راهپیمایی اربعین نمیدن، با 24% بهره، تا چند تا ضامن و پارتی و وثیقه و هزار بهانه دیگه نداشته باشه. اینا بی‌لیاقتی حکومت، اسیر خرافه بودن مسئولان حکومت، یا واقعا تیشه به ریشه خود زدن اینا.